انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان نشر گزارش سالانه 2023 قاچاق انسان گفت که با گسترش قاچاق انسان در سراسر جهان بیش از 27 میلیون نفر از زندگی آزاد و تصمیم گیری های مستقلانه شان محروم می شوند. قاچاق نیروی کاری با استفاده از جعلکاری های آنلاین با گسترش دسترسی مردم به اینترنت در جهان بیشتر شده است. همگیری کرونا این روند را فوق‌العاده تقویت کرد. قاچاقبران با استفاده از بیکاری گسترده برای استخدام قربانیان با فهرست‌های جعلی کار دست به کار شدند و سپس آنها را مجبور به انجام کارهای غیر قانونی بین المللی آنلاین نمودند. این مقام آمریکایی همچنان قربانیان مرد را بخش نادیده گرفته شده قاچاق انسان توصیف کرد. یک باور گسترده اما نادرست از سالها به این سو وجود دارد که قاچاق مخصوصا قربانیان زن را تحت تاثیر قرار می دهد. این درک نادرست تا به حال عواقب کاملا مخرب و ملموس را همراه با خدمات حمایتی به مراتب کمتر برای مردان در پی داشته است. واقعیت این است که هر فرد صرف نظر از جنسیتش بدون در نظر گرفتن هویت جنسیتیش می تواند هدف قاچاقچیان انسان قرار گیرد. در یک برنامه ویژه روز پنجشنبه در واشنگتن دی سی در جریان نشر این گزارش چندین تن به خاطر تلاش هایشان برای مبارزه با قاچاق انسان تقدیر شدند. سینی دایر، نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای نظارت و مبارزه با قاچاق انسان، بر تعهد آمریکا برای پایان دادن به این اقدام تاکید ورزید. ما به طور منظم 20 سازمان را گرد هم می آوریم تا استراتژی ضد قاچاق فدرال را بررسی و آن را بهبود بخشیم. ما توسعه های نجات یافتگان را در سیاست گذاری و برنامه های خود جا داده ایم. ما با کشورهای همسایه همکاری می کنیم تا خطرات بدام افتادن مهاجران و قاچاقبران انسان را کاهش دهد. ما از همکاری شرکت های تکنولوژی و مؤسسات مالی برای پیگرد بهتر قاچاقبران حمایت می کنیم. در این برنامه نشر گزارش سالانه قاچاق انسان همچنان از آر ایون بنسون ایدووسا فعال نایجیریایی که با قاچاق جنسی در نایجیریا مبارزه می کند قدردانی صورت گرفت. این فعال نایجیریایی از حکومت ها خواست تا در این راستا بیشتر تلاش ورزند. بر رهبران جهان که قدرت مختل کردن قاچاق انسان را دارند، ناکامی سیستماتیک دولت های ملی و بین المللی که سود را بر مردم اولویت می دهند، قوانین خودسرانه را بر وجدان خوبشان ترجیح می دهند. دیگر نمی تواند بر این رهبران حساب کرد. در گزارش سال 2023 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش های 188 کشور جهان برای مبارزه با قاچاق انسان ارزیابی شده است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.